سلام چهارشنبه اول آذر 91 21 نوامبر 2012 میلادی ابتدا عذرخواهی بکنم از اینکه دیروز من به اشتباه سه شنبه رو دوشنبه اعلام کرده بودم یکی از دوستان تذکر داده بود عذرخواهی میکنم و ضمنا چند تا سوال هم شده بود راجع به بحث هایی که در کنفرانس پراگ مطرح شده بود که با اجازهتون از فردا راجب اون حداقل بخشی رو که خودم صحبت کردم توضیح میدم و فکر میکنم در ادامه بحثای قبلیمون راجب به استراتژی آقای خامنه ای و رژیم برای مقابله با بحران میتوانیم بحثایی رو راجبه اینکه چگونه جنبش باید مقابله بکنه پی بگیریم اما امروز در مورد پنج موضوع صحبت میکنیم موضوع اول اینکه آقای کروبی به دلیل کاهش وزن شدید و حالت تهوع و علائم هشدار دهنده این گونه ای به بیمارستان برده شده و بعد دوباره به حصر او رو برگردوندند احمد زیدابادی هم به دلیل بیماری گوارشی و عفونت و مشکلات دیگه ای که مواجه شده به بیمارستان منتقل شده و نگرانی در مورد حال این دو زندانی سیاسی عزیز افزایش پیدا کرد آقای بهمن قبادی فیلمساز معروف هم اعلام کرده که برادرش بهروز قبادی در سنندج دستگیر شده و در حالی که مشکل تنفسی و بیماری نقرس داره سخت نگران سلامتی او هستند. ابوالفضل آبدینی شاهدی کسی که شهادت داده به ضرب و شتم ستار بهشتی و به قرنطینه اوین برگردونده شده کماکان در قرنطینه است اما دست به اعتصاب غذا زده پرستو فروهر دختر داریوش و پروانه فروهر هم به اطلاعات اداره اطلاعات احضار شده و روی او فشار هست که مراسم سالگرد کشتن والدینش رو نگیره یا حداقل تعهد بده که شخصیت های سیاسی در اون هیچ کدوم نباید باشه رئیس سازمان پزشکی قانونی هم اعلام کرده که آنچه از جانب او پاره مطبوعات و سایت ها اعلام کردن درست نبوده و پزشکی قانونی هنوز در مورد مرگ ستاره بهشتی اعلام نظر نهایی نکرده و نگفته که او به مرگ طبیعی مرده ایشون گفته که احتمالا امروز گزارش حاضر میشه و منتشر میشه جمال قادر نجاد دانشجوی دانشگاه پیام نور میان آب که اهل مهاباد هستش هم به پنج سال زندان به دلیل همکاری با گروه های کرد محکوم شده اما نکته دوم اینکه نایب رئیس اتحادیه چایکاران کشور خبر داده از اینکه کارخانه های چای نشاط، دلشاد، مجمع صنایع و برهان تعطیل شدند. او گفته تولید چای از 76 هزار تن در کارخانجات کشور به 24 هزار تن امسال کاهش پیدا کرده و اگر ادامه پیدا بکنه به 10 هزار تن در سال آینده خواهد رسید. او مافیای چای رو مقصر دونسته و گفته که دوباره واردات چای از هند هستند وضعیت مح... مزاره مزارع چای هم بدتر از کارخانجاته و کشاورزان چای کار هم به روزگار فلاکت افتاده. کارگران مخابرات روستایی برای چندمین بار جلوی مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و خواستار استخدام مستقیمشون از سوی شرکت مخابرات که سهامدار اصلی سپاه هست شدند قطنامه ای رو هم کارگر تجمع کارگران در استادیوم نزدیک ترمینال تهران صادر کردند که در اون خواستاره حق اعتراض کارگران شدن که باید به رسمیت شناخته بشه خواستن حق اعتصاب و اعتراض یکی از خواستهایی است که در بسیاری جنبش های کارگری در سراسر دنیا بوده اعلام شده که راهن دولتی شرکت رجا ماهانه ده میلیارد تومان داره ضرر میده واردات خودرو هم که تنها سیزده روز پیش در بین هفتاد و هفت خلم کالا ممنوع شده بود دیروز اعلام شد که ورودش دوباره آزاد شده و البته ظرفیت زیر دو 500 تن 2500 سی سی ظرفیت موتور وارداتش آزاد شده ولی جالبه که اعلام شده تعرفه های ورودش نصف شده اگر درست باشه اون وقت تعرفه ورود خود رو از 90 درصد به 45 درصد کاهش پیدا کرده بر صورت این یک بام و دو هوای دولت یا این سردرگمیش در مقابله با بحران اقتصادی کاملا نشون میده که دولت احمدی نژاد هیچ برنامه برای مقابله با این بحران نداره و اصولا قد این حرفا هم نیستند وزرا و دستن در دولت احمدی نژاد که بتوانند برنامه ریزی دقیق و منظمی برای مقابله با بحران داشته باشه. خبرگزاری رویترز هم خبر داده از اینکه شرکت اریکسون سوئدی کماکان با ایران همکاری داره میکنه قراردادهای جدید با مخابرات بسته و دستش کماکان در پروژه های مثل شنود مردم و غیره که قبلا مطرح شده بود بازه همینطور اعلام شده که محصولات پتروشیمی و میعانات گازی که بزرگترین رقم صادرات غیر نفتی ماست در شش ماهه اول به 3.1 دهم ده میلیارد دلار کاهش پیدا کرده وزیر دارایی پیش بینی کرده بود که امسال سال 91 باید صادرات این اقلام به 20 میلیارد دلار برسه که کاملا معلومه که به اون نخواهد رسید پتروشیمی هم جزو تحریم های امریکا قرار داره محصولاتش ضمن اینکه مشکلات بانکی و حمل و نقل و غیره هم مانع صادرات اما نکته سوم اینکه محمد حسن بابایی فرمانده سپاه استان گلستان اعلام کرده که هسته فتنه سبز هنوز سبز و خشک نشده و ممکن است که دوباره با اون برخورد بکنیم در واقع کاملا نشون میده که حضرات از اعتراضات مردمی میترسن و دلمشخولی اصلیشون هستش جانشین وزیر دفاع هم اعلام کرده که ما 400 هیئت مذهبی در صنایع دفاع راه انداختیم و گفته که راه اندازی اونها صرفا برای ثواب و عجل نیست بلکه برای اقتدار نظام و بازدارندگی دشمن است فیلم قصه ها ساخته خانم رخشان بنی اعتماد هم به پروانه عجیب و غریبی بعد از مدت ها دوندگی از وزارت ارشاد گرفته که به قول خانم بنی اعتماد میخواد اون رو در موزه سینما بگذاره چون به موجب این پروانه نمایش گفتند که فیلم حق نمایش عمومی در داخل ایران یا خارج از ایران رو نداره حق پخش شدن در شبکه ویدئویی هم نداره ولی فقط در محافل خصوصی میتواند پخش بشه بنی اعتماد ظاهرا در این فیلم انتقادات اجتماعی رو در شش قسمت فیلم شش قسمته است که مطرح کرده و فیلم منتقدانه اجتماعی است مثل سایر آثار بنی اعتماد در تناسب با اوضاع فعلی جامعه اما نکته چهارم این که اتحادیه ای اروپا و دولت بریتانیا ائتلاف ملی اپوزیسیون در سوریه را به رسمیت شناختند درگیری حماس و اسرائیل هم دیشب قرار بود که به آتش بس منجر بشه و مصر و اعلام کرده بود که منتظر اعلام اعلامیه نهایی است و اگر به اجرا در بیاد آتش بس اون وقت مسئله میشه که حماس باید موشکباران رو قطع بکنه و اسرائیل هم حملات نظامیش رو متوقف بکنه در دراز مدت هم محاصره اقتصادی غزه رفت بشه و اسرائیل هم تأمین امنیتی داشته باشه معاون سازمان جهاد اسلامی هم اعلام کرده که موشک های ایران که با بخشندگی در اختیار فلسطینی ها گذاشته اگر نبود این جنگ اتفاق عملی نبود جالب مطبوعات ایران هم که تکذیب کرده بودند دخالت ایران رو در این ماجرا این خبر رو نقل کردن و در واقع به صورت غیر مستقیم دادن موشک به حماس رو تایید کردند بر حال مفسرین خیلی ها معتقدن که اسرائیل با این عملیاتی که کرده مراکز موشکی رو شناسایی کرده بوده و بخش بزرگی از اونها را از بین برده همینطور محک میخواسته بزنه که اگر چون این درگیری بشه آیا حزب الله لبنان دخالت میکنه که نکرده آیا ایران کاری میکنه که نکرده و مصر چه نقشی بازی خواهد کرد و یا امریکا که الان وزیر خارجش در اسرائیل و خانم کلینتون به اونجا رفت اما نکته آخر اینکه آقای ولایتی هم به جمع خبر آخر ما اضافه شدن ایشون فرمودند که قبلا معتقد بودم فیزیک اسلامی و غیر اسلامی نداره ولی الان معتقدم فیزیک هم اسلامی و غیر اسلامی داره دیدگاه دانشمندان باید مبتنی بر جهانبینی الهی باشه خب مبارک باشه چون این چیزی که آقای ولایتی میگه انقریب ده ها گالیله رو هم باید محاکمه بکنن در علوم تجربی اگرچه قبلا در مورد علوم انسانی بارها در جمهوری اسلامی گالیله رو محاکمه کردن اندکی سب سهر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایرانی